اینجا بیم این رو فارسیش بکنیم و من بنویسم مثلا ما نمیتونیم پیدا بکنیم، ما نمیتوانیم مثلا همچین، حالا نمیخوام حتما معنی بکنیم همچین کار بر و یا مدیری در وبسایت ما وجود نداره. یه همچه چیزی رو من نوشتم. خب کنترل اس رو میزنم و الان بیام یه رفرش بکنم. خب من الان اینجا مثلا یک دو سه اینو وسط میزنم. این رو ورود که بزنید و مقدار دیس تو ماچ رکورد. خب و همچین مقداری میشه توی آس، یعنی همچین مقداری مثلا این رو مثلا بیاد چیز کنه، داره در واقع ارور میده، میگه برگردیم بگیم همچین اینجا کپی بگیرم و این رو اینجا قرارش میدم. خب الان F5 بزنید، خب دوباره کش بکنم قبلیه میمونه. اینجا من یک دو سه این رو بزنم، ببینید در واقع باید فارسیش کرد. حالا من میتونم خودم مقداری که دلم میخواد قبل، آره واسه شما خودتون میتونید یه پکیج خودتون بنویسید، لزومی نداره حتما از این آسی آتنتیکیشن خود این استفاده بکنید، ولی خب من میگم چرخ خوب نمیشه، در واقع چرخ ساخته شده خودتون نیاز نیستش دوباره بسازیدش. این تراتل چیه؟ شما مثلا تراتل بیاید هی یک سره پسورده اینجا که مثلا پسورده که وجود داره هی یه پسورده مختلف رو بزنید 10 بار اگه اشتباه نکنم، حالا بهش میرسیم، فکر کنم 10 بار، 10 بار که بیدین کار رو انجام بدید 59 ثانیه اصطلاح دیگه چیزو نمیده. اینجا بیاید مقدار رو عوض بکنید، تو همه سایت ها هستش. خب من بیام اینجا کنترل زد میزنم، من خب انگلیسی وجود داشته باشه. خب اینو چیکار بکنم؟ یه لنگ میزنید در واقع، میاد اینجا لنگویج اینو بنویسید اف آ، اینا قبلا توضیح دادم ولی خب باز دوباره یه آس پی اچ پی هست، شما میام اینجا یه آس دات پی اچ پی رو درست میکنید و میایید اینجا. ما یه ریترن داریم اینجا همینطور ریترن، بعد دیگه چیزاشو نمی‌نویسم چنین چیزی می‌کنم و دقیقا مقادیری که اینجا وجود داره مثلا فیلد و اینا رو حالا هم فیلد رو قرار میدیم و اینجا هم برمیگردم بگم که مقدار همچین کاربر و یا حالا بتونید سوش اکتا و یا مدیری در وبسایت وجود نداره. اینا رو به ترتیب دونه دونه بهتون بگم به چه صورته. خب یعنی آس اینجا قرار گیره، من میخوام یه کاری بکنم این آسه بیاد اینجا. خب من دیگه نرم اونو دستکاری بکنم دیگه طبیعتا، اگه من بیام اینجا و این رو بزنم در واقع من اجازه نمیده، برمیگرد میگه فارسی شده نمایش میده. خب چیکار میکردید؟ میرفتید لوکیل این رو عوض میکردید که ما توی ENV فکر میکنم لوکیل این رو عوض کرده بودم. نه چیکارش میکنیم؟ میرید توی کانفیگ این را جمع جورش بودم خیلی شروع شد، میرید توی کانفیگ توی قسمت اپ لوکیل در واقع به صورت چی هستش؟ EN هستش. خب قبلا یادتون باشه خواستم اینو قبلا عوض کرده بودم ولی خب یه مقدار داریم به نام توی اینجا این رو همه خیلی زیاد شدم بزن من ببندم میخواد توضیح بدیم توی این قسمت لوکل که دارید میبینید مقدار داره میگه که آها من اینا رو قبلا درست کردم ولی پاکش کردم، گفتم یادم متغیر درست بسکنم تحجب که چرا نیست، احتمالا پاکش کردم و اینجا من این رو میذارم افا لوکل رو عوض میکنم، الان کردمش به جای EN، این دیفالتش ENه و در واقع کردمش الان افا لوکل فال. آها یادم آتاز که چی بود بسید. این لوکل فال بک رو هم میتونید EN قرار بدید که اگر این رو ساب نداشت قبلا توضیح دادم به چه صورت ازش بکنندش EN. الان دیگه باید در واقع بیاد برای ما فارسی رو میبینید در واقع برای ما ساپورت کرد. این هم نحوه فارسی سازیش دیگه فکر نکنم از این
دقیقتر بتونم براتون بیان بکنم. الان ما اومدیم قسمت فارسیش رو قرار دادیم تو قسمت ریسورس توی لنگ و میتونید اینجا بیا شروع کنید مقادیری که اینجا وجود داره کلا فارسیش رو هم درست بکنید و همه موارد رو قرار بدید. حالا زیاد سختی اینم نیستش. خب اینم این مورد بود که باید بررسی میکردیم که تونستی بررسی بکنیم. توی قسمت لوگین رو هم گفتیم دیگه، حالا ایمیل و مسیجایی که وجود داره همین کاری بود که الان کردیم. خب و کلمه عبور رو حالا من رو به خاطر داشته باشه، این اومدیم اینجا قرار شد. این خب خیلی میشد خوشگل ترش کرد با خوشگل کردنش با خود شما. البته من حالا پروژه که بخوام بسازم اینجا خودم اصلا یه کاستومایز خاص خودم رو خواهیم زد. بریم تو فیلم بعدی.